پزشکی قانونی ایران اعلام کرد میزان مراجعه به این سازمان به دلیل نزاع خیابانی 1.5% افزایش پیدا کرده. بر اساس آمار پزشکی قانونی در سال 1400 بیش از 96 هزار نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع خیابانی و درگیری به این سازمان مراجعه کردند. سال گذشته تنها در استان تهران روزانه حدود 264 نفر به همین دلیل به پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند. سعید مدنی پژوهشگر مسائل اجتماعی از تهران با ما همراه شد. آقای مدنی، تصویر خشونت و دعوا در خیابان‌های تهران تصویر آشناییه برای شهروندان تهرانی و این آماری هم که گفته شده تازه آماری که مراجعه کردن به پزشکی قانونی. چرا این خشونت به طور فزاینده‌ای بین شهروندا رو به افزایش بوده؟ خب همونطور که شما هم اشاره کردید، این افزایش خشونت امر تازه‌ای نیست. در واقع میشه گفت که طی دهه‌های اخیر روند خشونت به شکل قابل توجهی رو به افزایش بوده. البته لازم به تذکره که تا تقریبا اوایل دهه 90 یک رشد تدریجی و آرام افزایش خشونت در ایران داشتیم، ولی از دهه 90 این در واقع رشد شتاب بسیار قابل توجهی گرفته و تظاهر اون رو توی انواع خشونت ما می‌بینیم. مثلا در خشونت نسبت به خود، مثل خودکشی، این شتاب زیادتر شده. در خشونت خانگی این شتاب باز بالاتر رفته، مخصوصا با پس از وقوع کرونا، و خشونت‌های خیابانی هم به همین ترتیب. اگر بخوام راجع به علل و عوامل این وضعیت به اصطلاح بحث بکنیم، در وهله اول چاره‌ای نداریم جز این که با توجه به اینکه این اپیدمی خشونت در ایران رو به افزایشه، یعنی نوع همه‌گیری خشونت رو به افزایشه و در واقع آمار پزشک قانونی هم فقط نوک کوه یخ رو نشون میده، اشاره کنیم به وضعیت اقتصادی اجتماعی که در ایران وجود داره، که در واقع هم از جهت وضعیت فقر، نابرابری و محرومیت‌های اجتماعی، هم از جهت شایع شدن بیکاری و افزایش نرخ بیکاری و از کلن عوامل اقتصاد اجتماعی وضع رو به مراتب به اصطلاح به نحوی پیش برده که تمایل به ابراز خشونت و رفتارهای خشونت‌آمیز رو افزایش داده. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که ما با پدیده‌های جدیدی و الگوهای جدید از خشونت هم در ایران سر و کار داریم، مثل افزایش سهم خشونت در میان زنان. یعنی تا پیش از این در واقع مراجعات به پزشک قانونی کمتر از یک سوم یا تقریبا یک چهارم موارد رو زنان تشکیل میدادن، ولی همونطور که آمار سال 1400 نشون میده، نزدیک حدود 40% کسانی که مراجعه کردن به پزشک قانونی به دلیل ضرب و شتم زنان بودن. یعنی زنان در واقع هم عامل خشونت قرار گرفتن و هم قربانی خشونت و طبیعتا بیشتر قربانی خشونت. سپاسگزارم از شما. سعید مدنی، جامعه شناس از تهران، با ما همراه بودید.